بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز سلام علیکم، وقتتان بخیر. خوش آمدین به دروس آنلاین شمس لندن اکادمی. من اسدالله برکی هستم و مضمون کمپیوتر صنف 12 برنامه اکسس برتان تدریس میکنم. خدا کنه در درسای گذشته چیز مشکل نداشته باشین. اگر مشکل یا سوال میباشه لطفاً ما را در جریان بگذارین، مشکلاتتان و سوالاتتان را در کامنت با ما نوشته بکنین و ما برتان جواب میدهیم. آلمان سر درس جدید خود، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز بکنیم، دوستای عزیز هر آن چیزی که ذهن شما را مخشوش میسازه او را از پیشتان دور بسازین تا درس را به شکل درست و خوبتر یاد بگیرین. در درس گذشته ما برنامه اکسس یک معرفی کردیم و بعد از او آمدیم طریقه ساختن تیبل براتان کار کردیم و فیل نیم و دیتا تایپ براتان تشریح کردیم. یک تعداد از دیتا تایپ ها ناتشریح یا بدون تشریح مانده بود که امروز بخیر در درس امروز ما اونا را به شکل کامل براتان تشریح میکنم تا خوبتر یاد بگیرین. بین دوستای عزیز میریم در درس عملی خود. شاگردای عزیز میایم سر درس های عملی خود. خدا کنه در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین. من برنامه MS Access باز میکنیم، امو تیبل یا امو دیتابیس که روز گذشته کرییت کرده بودیم امو را باز میکنیم، یا اگر خواسته باشیم یک نو جور میکنیم. خب میایم یک نو جور میکنیم به خاطر از اینکه شما هم درس های اول است، یک آشنایی کامل به خاطر بجور کردن همین دیتابیس و کرییت کردن تیبل اینا داشته باشین. میایم باز میکنیم برنامه اکسس، بعد از اون میریم سر بلانگ دیتابیس یک کلیک میکنیم، میگوره کرییت کو، ما کرییتش کردیم. بعد از اون تیبل خود اکسس ساختگی است، او را پاک میکنیم یا از بین میبریم. خود ما میایم بالای کرییت کلیک میکنیم، میایم در قسمت تیبل دیزاین یک تیبل دیزاین میکنیم. روز گذشته قسمی که شما صفحه اکسس همو تیبل دیزاین در قسمت اسکرین میبینین، ما روز گذشته یک تعداد از این دیتا تایپ ها را براتان چی کردیم؟ معرفی کردیم مکمل. حالا میایم براتان چی میکنیم؟ تمام از اینا را امروز بخیر یک معرفی میکنم کلشان، و اگر چیزی هم روز گذشته در زاده بودم و هم اگر تکرار میشه هم بر شما خوب است، خوبتر یاد میگیرین. ایتو باز میمانم قسمی که در تصویر میبینین، امون لیست دیتا تایپ از امون سر تشریح میکنیمش تا آخر باز باشه. بعد از اینکه تشریحش تمام شد باز به کلش میریم، یک فیلد نیم میتیم به همکاری همدیگه ما، شما هم امرای ما همکاری بکنین، ما فیلد نیم میگم شما دیتا تایپ انتخاب بکنین. دیتا تایپ اول شارت تکست است، روز گذشته هم تشریح کردم، گفتم به فیلد نیم های استفاده میشه که تکست استفاده شه و مقدار تکست هم کم باشه، مثلا نیم، فادر نیم، پوزیشن، از اینا استفاده میشه. هر فیلد نیمی که نیم، پوزیشن و فادر نیم و امثال از این چیزهایی داشت که تعداد حروفش، حرفایش تعدادش کمتر بود، از شارت تکست استفاده میکنیم. لانگ تکست معمولا به خاطر انفارمیشن در مورد یک کارمند یا همچنان آدرس، از اینا اگر خواسته باشیم که تعداد حروفش بیشتر باشه باز در او صورت از لانگ تکست استفاده میکنیم. قسمی که از نامش هم پیدا است، یا مثلا آدرس، میشه که در آدرس هم عدد استفاده بکنیم هم متن استفاده بکنیم، باز در او صورت از چی استفاده میکنیم؟ از لانگ تکست استفاده میکنیم. نمبر روز گذشته هم براتون گفتم موارد کاربردش بیشتر است. طور مثال ما به سالری اگر معاشات هم میخواییم نوشته بکنیم، یک فیلد نیم داریم سالری، به او چی میتیم؟ نمبر میتیم که توسط همو اعداد یا نمبر ها ما برش چی میکنیم؟ معاشاتشان ها انتری میکنیم یا دیتا انتری صورت میگیره. یا مثلا فون نمبر است، نمبر موبایل کارمندا است، از چی استفاده میکنیم؟ از دیتا تایپ نمبر استفاده میکنیم. یا طور مثال امثال از این چیزایی که وجود داره اگر خواسته باشین میتونین که ازش چی بکنین؟ استفاده کنین. یک مثال دیگه هم براتون میتونم، ایج، سن کارمندا، باز میشه که از این استفاده شود. دیدن تایم، دیتا تایپ دیدن تایم وظیفه‌اش چی است شاگردای عزیز؟ دیدن تایم وظیفه‌اش چی است؟ اگر یک کارمند تاریخ تولد دیت آف برت یا دی او بی نوشته میکنیم فیلد نیم، از چی استفاده میشه؟ از دیدن تایم استفاده میشه. یا مثلا هایر دیت یا تاریخ استخدام کارمندا است، میشه که از دیدن تایم استفاده بکنیم. یا مثلا استارت ورکینگ، یعنی آغاز کارشان چه وقت شروع کردن، باز تاریخ نوشته میشه، یا استارت تایم تاریخ یا ساعت که شروع کردن. این چیزایی که فیلد نیمایی که
تاریخ و ساعت می داشته باشه، بعد از کدام دیتا تایپ استفاده می کنیم؟ از دیتا تایپ دیدن تایپ. کرنسی است که کرنسی را روز گذشته هم براتون تشریح کردم. کرنسی وظیفش چی است؟ وظیفش این است که اگر ما سالری، معاشات، اوور تایم، اضافه کاری، اوور چارج، یعنی گزش که کات می کنیم، بونس اینا اگر می باشه، باز از چی استفاده می کنیم؟ از کرنسی استفاده می کنیم. مثلا اگر یک دیتابیس جور می کنیم به استودنت، فیس یا مقدار امو چیایشان نوشته می باشه، مقدار فیزشان که چقدر فیز داده، باز در صورت از چی استفاده میکنیم؟ از این دیتا تایپ کرنسی استفاده میکنیم. خب آپشن بعدی که اینجا وجود داره اوتو نمبر. اوتو نمبر وظیفش چی است؟ به شکل اوتومات نمبر میده که تنها دایدی میتونیم از این استفاده بکنیم که روز گذشته عملی هم برتان کارش کرده بودم. آپشن بعدی یا دیتا تایپ بعدی یسونو است. یسونو به چی استفاده میشه؟ طور مثال ما مثلا یک چی جور میکنیم، یک دیتابیس جور میکنیم، در او پیمنت شاگرده است. آیا شاگرده فیس خود پرداخت کردن یا نکردن؟ اگر پرداخت کردن یک، یعنی به شکل چک باکس یک چیز بر ما جور میکنه، اگر کردن چک شد، اگر نکردن همه تو باقی بانه. یا طور مثال مرید، آیا کارمندای ما عروسی کرده یا نکرده؟ برش یک چک باکس جور میکنه که اگر چک کردم یعنی عروسی کرده، اگر نکردم اون سنگل یا مجرد میباشه. آلی آبجکت وظیفه چی از شاگردای عزیز؟ مثلا ما در دیتابیس ما نیاز به عکس کارمندا داریم، یا مثلا دیتابیس ما مربوط به یک پروژه میشه، ما مپ یا نقشه از اون پروژه را میداشته باشیم، یا مثلا عکس شاگردا میباشه. باز در اون صورت اگر فوتو نوشته میکنیم، این طرفش دیتا تایپ باید چی انتخاب شه؟ اولی آبجکت، یعنی آبجکت به چی استفاده میشه؟ به خاطر تصاویر استفاده میشه. هایپرلینک وظیفه چی از هر فیلد نیم که لینک داشته باشه، مثلا یک پل ارتباطی می داشته باشه، معمولا ایمیل آدرس ها، ایمیل آدرس است، بالاش کلیک بکنی لینک داره به اینترنت، راست میره باز میکنه، یا مثلا وبسایت است. اینی چیزا اگر وجود داشته در فیلد نیم ما میشه که چی را انتخاب بکنیم؟ هایپرلینک، یعنی دیتا تایپ هایپرلینک انتخاب بکنیم. اتچمنت دوست عزیز چی است؟ طور مثال ما در این قسمت دیتابیس ما سی وی کارمندا داریم، فایلای شاگردا اگر باشه، باز نیاز نیست که ما بریم مکمل تمام از اینا را تایپ بکنیم. پس ما میتونیم به شکل ساده امو فایل ورد که سی وی از او جور شده، اونمو را بیاریم اتچ بسازیم، در این قسمت امو را جور بکنیم، استفاده بکنیم. و آپشن بعدی کالکولیتد است. کالکولیتد وظیفه چی است؟ کالکولیتد از آفیس 2010 و بعد ایجاد شده. وظیفه از این است که طور مثال دمی خود تیبل بر ما چی بکنه؟ خلاصه یا توتال معاشات پیدا بکنه. طور مثال ما در دیتابیس ما داریم سالری، اوور تایم، اوور چارج و بونس، یعنی معاش است، اضافه کاری است، پس غیرحاضری است و بونس است. تمام این معاملات عملیه ها را انجام بده و داخل توتال شبکه شد. باز در صورت از کدام آپشن استفاده میشه؟ از دیتا تایپ کالکولیتد استفاده میشه. و لوک اپ ویزارد درس جداگانه است که مکمل شاید یک روز در بر بگیره که روز بعد باز بخیر لوک اپ ویزارد براتون درس میدم. حالا من براتون یک تیبل جور میکنم با همکاری همدیگه خود و دیتا تایپ را که من استان پرسان کردم، شما بگوین کدام میشه همکاری میکنیم. مثلا من در تیبلم اول آیدی دارم، بعد آیدی چی استفاده بکنم؟ یا اوتو نمبر یا نمبر، هر کدامش خواستیم. من اوتو نمبر انتخاب میکنم. دیگه مثلا داریم نیم، با نیم چی استفاده میشه؟ شاید کل تان فامیده باشین دیگه، حتما شارت تکس استفاده میشه. مثلا پوزیشن است، یعنی موقعیت کاری همی کارمندای ما است که پوزیشنشان چی است؟ سالری، شارت تکست است. شارت تکست انتخاب میکنیم. سالری یا معاش کارمندای ما است، هم میتونیم از کرنسی استفاده بکنیم، هم میشه از نمبر استفاده بکنیم. به خاطر از اینکه کرنسی واحد پولی اضافه میکنه، نمبر نمیکنه واحد پولی اضافه. خب بعد از اون میاییم ایج یا سال، سن سال کارمندا است، از چی استفاده میشه؟ فرض کنین از نمبر استفاده میشه. یا فون نمبر یا موبایل نمبرشان از چی استفاده میشه؟ معلوم دار که از نمبر استفاده میکنیم. یا مثلا ایمیل است، ایمیل، خب ایمیلشان از چی استفاده میکنیم؟ پیشتر من گفتم هایپرلینک، به خاطر از اینکه ایمیل آدرس ها لینک میداشته باشه، هایپرلینک انتخاب میکنم. بعد از اون میاییم مثلا فوتو یا عکس کارمنده است، از چی استفاده میکنیم؟ از اولی آبجکت استفاده میکنیم. یا مثلا سی وی کارمنده است، از چی استفاده میکنیم؟ از اتچمنت استفاده میکنیم.
attachment. چرا از فایل بیرونی است میخوایم در اینجا چی بسازیمش؟ attach بسازیمش. و میایم یک بار اینجا کلیک میکنیم. چیز اگر مانده باشه start day start. تاریخ شروع کردنش از چی استفاده میشه؟ از دیدن تایم. یا مثلا ما چی میتیم؟ DOB Date of Birth کارمندای ما. در این صورت از چی استفاده میکنیم؟ بله از دیدن تایم استفاده میکنیم. دیدن تایم. آیا کارمندای ما عروسی کردن یا نه؟ مرید برش چی انتخاب میکنیم؟ Yes or No انتخاب میکنیم. انشالله تمام اونمو چیار اینجا ما کار کردیم. من یک بار کلیک میکنم ببینین اگه کدامش ما کار نکردیم امورا در قسمت اینجا یک فیلد نیم جور کنیم و کار کنیم. شارت تکست استفاده شد لانگ تکست. مثلا میگیم که آدرس است. آدرس برش چی استفاده میکنیم؟ از قسمت لانگ تکست انتخاب میکنیم. شارت تکست استفاده کردیم. لانگ تکست نمبر دیدم تایم کرنسی auto number yes or no only object hyperlink و attachment. یعنی تمام از اینا را ما چی کردیم استفاده کردیم. خب روز گذشته یک چیز دیگه هم گفته بودم که پرایمری کی را ما براتون تشریح میکنیم. پرایمری کی وظیفش چی است؟ پرایمری کی وظیفش چی از بالای هر فیلد نیم که من پرایمری کی را تطبیق بکنم یعنی اونمو دیگه دوپلیکیت نمیگیره. مثلا من میگم ده بالای آی دی پرایمری کی باشد، دو آی دی یک جای دیگه دیتابیس دیگه باز بر ما اجازه ش نمیده. در هر فیلد نیم خواسته باشین شما میتونین از پرایمری کی استفاده بکنین. ما معمولا در آی دی از این استفاده میکنیم که دو آی دی همزمان در دیتابیس درد نشه. این وظیفه پرایمری کی است. گفته بودم که روز بعدی براتون کارش میکنم. خب میریم ویو را براتون تشریح کردم روز گذشته. بالای دیتابیس ویو میگیم بله سیفش کو به نام آی تی 1 و بالای اوکی کلیک میکنیم. CV باید attachment شد. attachment. خب میریم بالای ویو کلیک میکنیم. سیوش میکنیم. به نام IT1. اوکی. آیا پرایمری کی داشته باشه یا نداشته باشه؟ نظر به ضرورت میشه ازش استفاده بکنی. آل دوستان عزیز شما طریقی ساختن یک تیبل چی کردین؟ درست یاد گرفتین و میتونین که یک تیبل درست بسازین. از دیتا تایپ ها به شکل درستش استفاده بکنین و میتونین انتری هم بکنین هر قدر خواستین. مثلا یک انتری من میکنم به خاطر کار کردن باز شما دوباره خودتان انتری بکنین. غفار است، منیجر است، سالریش 1200 دلار است، ایجش 21 ساله است، نمبر موبایلش هم به این شکل. اگر کدام ایمیل آدرس می داشته باشم مثلا غفار@yahoo.com و فوتو اگر می داشته باشه میان از این قسمت بالاش رایت کلیک میکنین و میان از اینجا برش میگین که انزرت آبجکت به مترتیب اتچمنت هم استارت دیتش هم انتخاب میکنین در کدام تاریخ کار با شما آغاز کرده و دیو 20 تاریخ تولدش مثلا میگیم 13/73 است و مریدی که گفتیم براتون که چی میکنه یک این تاریخ تولدش است. مریدی که گفتیم یک چک باکس بر ما ایجاد میکنه. ببینید شاگرده عزیز اینجا بر ما یک چک باکس اضافه کرده. اگر آرسی کرده چکش میکنیم، اگر نکرده همونطور انچک میمانیم و آدرسش هم هر جای بود آدرسش هم چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. خوبی بود شاگرده عزیز طریقه ساختن یک تیبل و دیتا تایپ ها که تمامش براتون چی کردیم؟ تشریح کردیم و شما یک تیبل جور بکنین تمام دیتا تایپ ها را چی بکنه در بر داشته باشه و حداقل 20 انتری باید بکنین که مکتب ها شروع شد بخیر. ما او تیبل ها که نو جور کردین از پیشتان میگیرم و بیادتان نره که نمره فعالیت سنفی و کارخانگی از اینمی کارا براتان چی میشه؟ داده میشه. متوجه صحتتان باشین، زیاد بیرون نرین، در خانه بمانین تا از کرونا در امان باشین و اگر به قرطاسیه و یا کتاب ضرورت می داشته باشین با ما به تماس شوید، ما در به منازلتان او را چی میکنیم میاریم. خداحافظ، وقتتان خوش. و همچنان دوستای عزیز صفحات اجتماعی ما را لایک و شیر بکنین و سوال اگر می داشته باشین، انتقاد و یا پیشنهاد در کامنت با ما شریک بسازین و ما جواب ده خواهیم بود. خداحافظ.